تک تک این آدما باید دنبال غرور از دست رفتشون بگن. کاش این غرور لعنتی اصلا نبود. رسیدیم به بررسی قسمت 4 یا بهتره بگم تلخترین قسمت سریال خاتون تا به اینجا. تا آخر ویدیو همراه من باشید چون قراره یه سری حدسایی در مورد قسمت‌های بعدی بزنیم و با هم تبادل نظر کنیم. سلام، محمد علی شیرزاد هستم. به کانال شیرزاد فیلم خیلی خوش اومدین. تو این کانال ما معرفی فیلم و سریال داریم و فیلم‌ها و سریال‌هایی که منتشر میشن رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. نفس بکش. امیرعلی مرد. این دو تا تصویر رو کنار هم نگاه کنید. چه پیامی برای ما داره؟ مرگ واسه هممونه. چه پولدار، چه فقیر، چه خان، چه رعیت. زندگی و مرگ نقطه مشترک همه ماست. و چه تلخ این دو تا تصویر کنارم. امیرعلی مرد ولی من به این قضیه مشکوکم. خیلی مشکوکم. تصور من اینه که مرگ امیرعلی کار خانم بزرگه. دو تا هم دلیل دارم براش. من چه میدونستم اون بچه چه مرض کوفتی داره؟ مگه تیفوس واگیر داره؟ اول اینکه تا اونجایی که فهمیدیم بیماری که پسر رعنا گرفته بود تیفوس بود. تیفوس واگیر نداره. تیفوس یک بیماری حاد تبدار ناشی از یک باکتری منتقل از بندپایان آلوده است. این بیماری دارای سرایت فرد به فرد نیست. دلیل دوم ریزه‌کاری‌های بازی شبنم مقدمیه. من اینجا دارم تو چهره شبنم مقدمی ترس می‌بینم. پشیمونی می‌بینم. این چه غلطی بود کردم می‌بینم. من فکر می‌کنم که خانم بزرگ یه چیز داده امیرعلی خورده تا این بچه یکم مریض بشه و همینو چوب بکنه بزنه تو سر خاتون که تو رفتی این بچه رو بردی پیش اون پسره مریض شد، خودت میری بیرون بچه رو انداختی خونه. حالا نمیدونم زیاده روی کرده چی شده که آخرش به مرگ اون بچه رسیده. این حدسیه که من میزنم. شما هم حدستون حتما برام بنویسید تو کامنت که قسمت‌های بعدی ببینیم حدسی که درست تر بود. سریال قویه و تیم سازندش هم تیم قویه هم. و تو همچین کارهایی هیچ حرکتی، هیچ دیالوگی بیدلی نیست. قسمت قبل در مورد دیالوگ سرتیپاریا گفتم که احتمالا قراره که سرگرد ملک زیر بار حرف زور بره و چیزی بشه که دلش نمیخواد، که همین اتفاقم افتاد. فقط یه کلمه جواب داری بگی، آره یا بله. چقدر بازیگر خوبیه بابک حمیدیان، چقدر جذابه. منظورم از جذاب بودن زیبایی ظاهری نیست، حضورش جذابه، گرما میده به سکانس. هر سکانسی که هست میخکوب میشی. خب قبل از اینکه بریم جلوتر، اگه از این ویدیو تا الان خوشتون اومده ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا برنامه‌های بعدی از دست ندید. در مورد 3 قسمت قبلی سریال خاتون هم 3 برنامه ساخته شده که میتونید برید اونا هم ببینید. اگر هم از اینستاگرام دارید این ویدیو رو میبینید پیج رو فالو کنید تا ویدیوهای بعدی براتون نمایش داده بشه. یکی از بهترین سکانس‌هایی که تا الان از سریال خاتون دیدم سکانس برگشتن سرگرد ملک. سرگرد که نه، سرهنگ ترفیع گرفت. سرهنگ ملک به خونه بود. پدری که چند وقت بچه‌شو ندیده و برمیگرده خونه میبینه که بچه‌ش مرده. با تصویرای هومن بهمنش و موسیقی کیهان کلهر. به نظر من، نظر شخصی من، بهترین بازی که من تا الان از اشکان خطیبی دیدم تو همین سکانس بود. این پلان رو ببینید. میبینید که همزمان که شیرزاد داره زمین میخوره خاتون داره از زمین بلند میشه. همونطور که گفتم تو همچین اثرهایی هیچ اتفاقی بیدلیل نیست و احتمالاً این داره اینو نشون میده که شیرزاد به زمین میخوره و آینده خوبی جلو راهش نیست، ولی خاتون از جاش بلند میشه و به رهایی میرسه. همونطور که دیدید آخرش خواست که طلاق بگیره. آغاز سال 1331 این موسیقی تحویل سال توجه منو جلب کرد تا برم ببینم قدمتش واسه چه زمانیه. این اثر ساخته علی اکبر مهدی پور دهکردی است و به گزارش چیتا آرت نیوز به نقل از مهر این ملودی معروف و تمام نشدنی موسیقی نوروز که ثبت شده در فهرست آثار غیر ملموس یونسکو و برگرفته از موسیقی اقوام ایل بختیاری است در سال 1365 در استدیوی رودکی توسط رضا جعفری صدا برداری و پس از مدتی برای رادیو و تلویزیون ارائه شده است. از آن زمان این موسیقی به عنوان اصلی ترین و نوستالژیک ترین موسیقی نوروزی میان مردم شناخته شده و تا به امروز در ذهن و خاطره آنها باقی مانده است.
پس با این حساب به تاریخ 1321 نمیخوره. خب شما هم نظرتون در مورد قسمت 4 سریال خاتون بنویسید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و لایک کنید ویدیو رو و اگه هم از اینستاگرام دارید منو میبینید لطفاً پیج رو فالو کنید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید.